نقشی که اینها میکنن در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم، میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. دوم، دارن دشمنی میکنند، بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد بود. ما بودیم که عربستان نجات دادیم، اون وقت پا میشن با ترامپ صحبت میکنن که ما میتونیم اگر ایران نذارید شما نفت صادر کنه ما جبران میکنیم، شما میتونید این کار رو بکنید، شما میدونید تبعات این یعنی چه؟ در مورد بحث دونرخی شدن بنزین یک جلسه ای هم فردا داریم که انشاءالله سعی کنیم در جلسه فردا قطعش کنیم، ما هیچ تصمیمی که مغایر با قانون مجلس باشه اتخاذ نمی کنیم. حدود 182 هزار نفر از مشترکین ما اضافه پرداخت داشتن که این مقدار اضافه پرداختشون به حساب بستانکاریشون منظور شد. به خاطر بردباریشون ما بسته هایی رو براشون تعریف کردیم. امکان بازپرداخت نقدی پول مشترکین هم هستش. واقعیتش اینه که ما اینو توصیه نمی کنیم. پنج قلوهایی که 9 سال قبل و در زمان تولد بهشون یک باب خانه هدیه کرد. سال گذشته بود که به این خانواده اطلاع دادن که خونه هدیه نبوده و باید بلند بشه. این خونه شش تومی متعلق به شما آقای مجید درتون. خدا بشه. به نام خداوند کریم صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام، شب بخیر. دشمنی و توطئه آمریکا در قضیه نفت بی پاسخ نخواهد ماند. هر قدر اراده کنیم نفت صادر می‌کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و بیوقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی خواندند و با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران افزودند، دشمن برای به زانو درآوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است. اما بداند این ملت هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی دشمنی های آمریکا را بی پاسخ نمی گذارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی، تحرک کاری و اقتصاد مقاومتی را زمینه ساز عزت ملی و نفوذ ناپذیری در برابر تصمیم های بیگانگان دانستند و گفتند اگر اقتصاد مقاومتی محقق شود تصمیم های سردمداران آمریکایی و صهیونیستی درباره نفت و مسائل اقتصادی دیگر تاثیرگذار نخواهد بود. رهبر انقلاب با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی افزودند آنها میگویند دشمن نظام جمهوری اسلامی هستیم و با ملت ایران دشمنی نداریم، اما دشمنی با جمهوری اسلامی دشمنی با ملت ایران است، زیرا جمهوری اسلامی به کمک و مدد مردم برپاست و اگر کمک مردم نبود جمهوری اسلامی نبود. ایشان با تاکید بر اینکه جامعه کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری اسلامی بوده و هست افزودند مسئولان کشور و سیاست سازان و مجریان سیاست ها باید قدر جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون امنیت شغلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند. کسانی هستند دنبال سوء استفاده خودشونن. من گفتم اول سال کارخانه رو، کارخانه سر پا رو از دولت میخره، حالا به چه قیمتی مو بحث دیگه است. کارخانه رو از بین میبره، ماشین آلات رو به فروش میرسونه، کارگر رو بیکار میکنه، زمین رو برج میسازه. باید جلو اینا گرفته بشه. اینا جز وظایف اساسی دولت اسلامی است. دولت نه فقط قوه مجریه، قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، همه. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند در زمینه مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی مقررات سختی وجود دارد، اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توطئه‌های مختلف و ناکام دشمنان در 40 سال اخیر علیه ملت ایران، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند
آمریکایی‌ها با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران هستند، اما بدانند حرکت اخیر آنان برای مسدود کردن راه‌های صادرات نفت ایران نیز ناکام می‌ماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد. اولا تلاشی که اینها می‌کنند در زمینه نفت به جایی نمی‌رسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم. حالا اونا به خیال خودشون راه ها رو مسدود میکنند، اما ملت فعال و مسئولین بیدار و هوشیار اگر دامن همت به کمر بزنن بسیاری از بن‌بست‌ها رو میتوانن باز کنن. این هم یکی از اونهاست. کار اونها بنابراین به نتیجه نخواهد رسید. این یک. دوم، دارن دشمنی میکنند. بدانند این دشمنی اونها بی جواب نخواهد موند. پاسخ این دشمنی رو اینها خواهند گرفت. ملت ایران ملتی نیست که بنشینه تماشا کنه، علیه او توطئه کنن، علیه او کار کنن و او ساکت بنشینه. سالسن همونطور که گفتم قدر میدونیم ما از اینکه ما هرچه کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما. حضرت آیت الله خامنه‌ای توانایی‌های ملت ایران و جوانان پرتلاش و خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند و خاطر نشان کردند باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌های شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. رهبر انقلاب با اشاره به عصبانیت دشمن از تلاش و یکپارچگی ملت ایران افزودند در همین بلای طبیعی سیل با وجودی که کسی ملت را به صحنه دعوت نکرد مردم همچون سیل به کمک سیل زده ها رفتند و جوانان از سراسر کشور به کمک مردم و جوانان محلی شتافتند که این وحدت و همدردی و تلاش ملی بسیار مهم و نویددهنده آینده‌ای خوب خواهد بود. ایشان تاکید کردند همان گونه که اخیراً گفته شد تلاش های دشمنان آخرین نفس های دشمنی آنان است و دشمنان سرانجام از خصومت علیه ملت ایران خسته خواهند شد، اما این ملت از کار و تلاش و پایداری و پیشرفت هیچگاه خسته نخواهد شد. با چاقوکش مذاکره نمی کنیم. موضع صریح و قاطع رئیس جمهور در واکنش به اونچه آمریکایی‌ها در پس فشارهای تحریمی بر مردم ایران دنبال می کنند. اگر یک چاقوکشی تو خیابون بیاد دست یک آدم محترم مؤدبی رو بگیره، به زور بکشه، بگه آقا من میخوام با تو مذاکره کنم، بکشه ببره تو قهوخونه، بگه حالا چایی هم مهمون من، ناهارم مهمون من، مسلماً این آدم محترم با این لات مذاکره نخواهد کرد. ما با چاقوکش و چاقوکشی و با این فرمول، این به معنای ذلت و تسلیمه. مردم ما به خوبی بدونن، چون بعضیا تو ذهنشونه که آمریکا آماده مذاکره است، این ایرانه که سرباز میزنه. اصلا این چنین نیست. آمریکا اصلا آمادگی برای مذاکره نداره. اعمالی که داره انجام میده و اقداماتی که داره انجام میده برای شکستن ملت ایرانه. در دست هم قرار بدیم. آقای روحانی گفت با اینکه تحریم‌های آمریکا زندگی رو بر مردم سخت می‌کنه، اما مردم به خوبی می‌دونن که امروز راهی به جز ایستادگی نیست. رئیس جمهور در عین حال تأکید کرد رسوندن صادرات نفت ایران به صفر نشدنیه. ترامپ فکر می‌کنه با این بازی‌ها می‌تونه صادرات نفت ایران رو صفر بکنه؟ امکان پذیر نیست. صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد. ما نفتمون میفروشیم، به انهای مختلف میفروشیم. همون راهی که آمریکایی‌ها اسمش رو میذارن قاچاق که راه قانونی درسته و آمریکایی‌ها دارن ظلم میکنن به جهان، نه به ایران. به تمام شرکت‌های نفتی دنیا دارن ظلم میکنن، به تمام واردکننده‌های نفت دارن ظلم میکنن، به بازار دارن ظلم میکنن.
دارن به ملت آمریکا هم ظلم میکنن، قیمت نفت رو میبرن بالا. رئیس جمهور خطاب به یکی دو تا از کشورهای منطقه که گفتن حاضرن جای ایران رو در بازار نفت بگیرن گفت ایران به گردن این کشورها حق حیات داره و باید منتظر عواقب این کارشون باشن. عربستان و امارات باید بدونه وجودش و بقایش در سایه فکر هوشمندانه حکومت جمهوری اسلامی ایرانه. مقطعی که صدام میخواست به کویت حمله کنه و از ما خواست که یا ما کمکش کنیم یا سکوت کنیم، ما بودیم که عربستان نجات دادیم، ما بودیم که نذاشتیم عربستان اشغال بشه، نذاشتیم امارات اشغال بشه. ما حق حیات به گردن شما داریم. این دروغ نیست، این تعارف نیست، این شعار نیست. وجودشون در سایه جمهوری اسلامی ایرانه. اون وقت پا میشن با ترامپ صحبت میکنن که ما میتونیم اگر ایران نذارید شما نفت صادر کنه ما جبران میکنیم. شما میتونید این کار رو بکنید؟ شما میدونید تبعات این یعنی چه؟ خبرهای آب و بنزینی از حیات دولت. پس از پایان جلسه وزیران، وزیر نیرو به جامعه خبرنگارها اومد و خبر امیدوار کننده از ذخایر سدها داد. نسبت به سال گذشته 63% افزایش پیدا کرده و البته در کل الان ما میتونیم بگیم حدود 80% حجم مخازن پر هست و شرایط خوبی است. امیدواری ما این هست که به اصطلاح با نفوذ این بارش ها بیلان منفی سفره ها هم تا حدودی ترمیم شده باشه. رئیس دفتر رئیس جمهور هم درباره دو نرخی شدن بنزین گفت احتمالاً فردا تصمیم میگیریم. روی سناریوهای مختلف داریم بحث میکنیم، کمیته مفصل داره بحث میکنه، یک جلسه هم فردا داریم که انشاءالله سعی کنیم در جلسه فردا قطعش کنیم. هیچ تصمیمی که مغایر با قانون مجلس باشه اتخاذ نمیکنه. سکته همزمان است متهم بانک سرمایه. قاضی مسعودی مقام یکی از رؤسای دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد وقتی متهمان پرونده بانک سرمایه برای اجرای حکم احضار شدند، هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند. قاضی مسعودی مقام البته از پزشکی قانونی خواسته موضوع رو بررسی کنه. پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمد رضا توسلی سه متهم پرونده بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به 20 سال حبس، 74 ضرب شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند که الان کاظمی به زندان رفته و دو محکوم دیگه تحت معالجه. استفاده از علوم حوزوی در ارتقای کیفیت قضاوت ها. رئیس دستگاه قضا در سفر یک روزه به قم به دیدار مراجع اعزام تقلید رفت و از روند اقدامات قوه قضاییه و برنامه های آینده دستگاه قضا گزارش ارائه کرد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در حاشیه دیدارهاش با مراجع از برنامه دستگاه قضا برای استفاده هرچه بیشتر از نظرات و دیدگاه های مراجع و حوزه های علمی برای افزایش کیفیت قوه قضاییه گفت. برای قناع دستگاه قضایی به لحاظ علمی، مراجع بزرگوار و علما و حوزه های علمی به ویژه حوزه علمی قم، ما نظرمون آن است که باید این ارتباط علت دوام باشه و اطمینان حضرات علما بر روند کارهای قضایی رو ضروری میدونیم. حوزه های علمی امروز مرکز کادرسازی است برای دستگاه قضایی. ما هرچی نیروهای در واقع نیروهای آموزش دیده حوزه ها و دانشگاه ها از علم و دانش بیشتر، از تقوای برتری برخوردار باشن، دستگاه قضایی میتونه کارش بهتر انجام میشه. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش برای جایگزینی مجازات زندان و دغدغه مراجع درباره زندانیان مهریه هم گفت درباره کسانی که ناتوانی مالیشون ثابت شده و یا درباره تواناییشون تردید وجود داره بازنگری میشه تا آمار زندانیان رو کاهش بدیم.
ستاد فرماندهی سپاه امروز شاهد تودیع فرمانده سابق و معارفه فرمانده جدید. در این مراسم که با حضور رئیس دفتر رهبر انقلاب و فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد، سردار سلشگر سلامی رسما به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معارفه و از زحمات چند ساله سردار سلشگر جعفری در این مسئولیت قدردانی شد. امروز یک عزیز رفت تا عزیزی دیگر فرمانده کل سپاه بشود. الله اکبر. ما امروز دامنه اقتدارمان را به فضل الهی به جهان می کشانیم. چرا؟ چون نباید نقطه امنی برای دشمنان ما وجود داشته باشد. سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم در این مراسم از تقویت بیشتر همدلی و برادری گفت. ما امروز در سپاه نیازمند محبت و برادری بیشتری هستیم به دلیل بغضی که دشمن نسبت به سپاه دارد. برادر فرمانده سپاه هم که یک ارتشی است آمده بود. یک برادر ارتشی، یک برادر سپاهی، امروز رو چطور توصیف میکنید؟ ببینین، ارتشی و سپاهی دو بازوی توانمند انقلاب اسلامی هستند و همه یک نیروی مسلح واحدی هست. سپاه موجودیتش با انقلاب معنا پیدا کرده، بتونیم این رو هرچه بهتر تقویت بکنیم. خبرگزاری صدا و سیمای ما خیلی وضعتون درسته، ما دوستتون داریم اصلا. عزیز دلی، یا آرزو سردار برای آینده سپاه؟ سپاه با این رو جوشش با مردم دارم هزار از تقوای رهبری و حکمت رهبری و سرزندگی به شادابی و معنویت مردم در این وسط با پاسداران همیشه جاویدان و موفق خواهد بود انشالله. زدودن خونه به خونه گلالای از سیمای مناطق سیل زده. در خوزستان با فروکش کردن آب کارون امروز جاده ساحلی غرب اهواز بازگشایی میشه. با هدایت آب از سمت شمال به جنوب تالاب شادگان این شهرستان هم از تهدید سیلاب خارج شد. یه هفته که اومدیم امروز هم وضعیت آب، هیچ آب نیست تو روستا و الحمدلله برگشتیم. وضعیت خوبه، خیابونا خوش شدن از آب. با ورود سیلزدگان به منازل خود، نهادهای خدمت رسان تصمیم گرفتند دستی به سر و روی روستاهای سیلزده بکشند تا بار این روزهای سخت را برای مردم سیلزده سبک کنند. تا کنون 15 تا روستا گازشون قطع بوده، 4 روستا رو راه اندازی کردیم. انشالله تا شب هم 11 تا دیگه روستا رو گازشونه وصل خواهیم کرد. در سیستان و بلوچستان هم که چند روزی با سیلاب دست و پنجه نرم میکنه، 9 روستای شهرستان هیرمند همچنان دچار سیلابن. با وجود طوفان و گرد و خاک شدید در شمال سیستان و بلوچستان، روند کمک رسانی همچنان ادامه داره. با فروکش کردن تدریجی سیلاب در مناطق سیلزده، کار پاکسازی کامل خونه ها و خیابون ها از گل و لای سرعت گرفته. شستشو رو از صبح شروع کردیم تا مردم برگردن سر خونه زندگیشون. انشالله که شرم و خوی سلامتی دوباره برگرده به حالت عادی. شماری از اهالی به خانه هایشان بازگشته و منتظر تامین اسباب و اساسیه منزلشون هستند. دستوری که های استاندار داشت این بود که همه این کمک ها در یک محل مشخص در اختیار هلال احمر قرار بگیره و بعد از اینکه لیست همه اعضا قطعی شد و کاملا مشخص شد، مبادرت میشه به توزیع لوازم خانگی. در پلو دختر بنا به تصمیم دولت 60 واحد مسکن مهر خالی از سکونت به سیل زدگان اختصاص یافته است. به صورت اجاره یک ساله که مبلغ اجاره هم دولت پرداخت میکنه، بتونیم اسکان موقت رو در پلو دختر داشته باشیم. رئیس بنیاد مستضعفان هم از مناطق سیلزده لرستان بازدید کرد و قول کمک به سیلزده ها رو داد. همه خانه ها در شهر روستا رو سیمانش رو چه بازسازی، نوسازی باشه، چه تعمیراتی باشه، همه رو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تقبل میکنه به صورت رایگان در اختیار قرار بده. به دست آوردن دل مشتریان در پی اختلال در صدور قبض همراه اول از بسته های رایگان تا برگردوندن پول ها. به دنبال اختلالی که در صدور قبوض مشترکین همراه اول
روز گذشته انجام شد حدود 182 هزار نفر از مشترکین ما اضافه پرداخت داشتن که این مقدار اضافه پرداختشون به حساب بستانکاریشون منظور شد. به خاطر بردباریشون ما بسته هایی رو براشون تعریف کردیم که میتونن به صورت رایگان انتخاب بکنن و استفاده بکنن که از طریق پیامک به اطلاعشون خواهد رسید. امکان بازپرداخت نقدی پول مشترکین هم هستش؟ واقعیتش اینه که ما اینو توصیه نمی‌کنیم به خاطر اینکه فرایندش مستلزم مراجعه حضوری مشترکین، احراز هویت، اعلام شماره حساب و یک فرایند واقعا هم برای ما هم برای مشترکین خب قاعدتا دشوار. پیامی ظریف از دل آمریکا به کاخ سفید. ظریف در جریان سفرش به نیویورک امروز در جلسه انجمن آسیایی شرکت کرد و در پاسخ به سوالی درباره اقدام احتمالی ایران برای بستن تنگه هرمز اعلام کرد منافع ایران در بازنگه داشتن تنگه هرمزه و تا الان هم همین روال رو پیگیری کرده، اما اگه آمریکا بخواد وارد تنگه هرمز بشه باید با محافظان این تنگه یعنی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کنه. وزیر خارجه از این جلسه استفاده کرد و با یادآوری پایبند نبودن آمریکا به معاهدات و توافق‌های بین‌المللی مثل برجام گفت ایران به هیچ وجه نه روی پیروزی دموکرات‌ها و نه جمهوری‌خواهان در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا حساب باز نکرده، چون تفاوتی بین این دو قائل نیست و فقط امیدواره که کاخ سفید منطقی و عاقلانه رفتار کنه. قتل عام منتقدان آل سعود، عربستان سعودی 37 نفر رو گردن زد اما با واکنش ملایم سازمان‌های بین‌المللی مواجه شد. کمیسرگه عالی حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا بابت این اعدام‌ها فقط ابراز تأسف کردند و خبری از تهدید یا تحریم آل سعود نیست. ریاض گفته این افراد رو به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی گردن زده، اما کمیسیری عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده به زور شکنجه از این افراد اعتراف گرفته شده. در همین حال وزیر خارجه کشورمون از سکوت آمریکا در قبال این قتل عام منتقدان در عربستان سعودی انتقاد کرد و گفته بعد از چشم بستن روی مسله کردن خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی حال عربستان سر 37 نفر رو در یک روز از تنشون جدا میکنه و به صلیب میکشه، اما کوچکترین صدایی از دولت ترامپ شنیده نمیشه. ظریف نتیجه گیری کرده که عضویت در تیم بی یعنی بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، بن سلمان، ولیعهد سعودی، بن زاید، خلیفه امارات و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی باعث بیکیفر موندن هر جنایتی میشه. به نام ناشران، به کام سودجویان، حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها. خود خانه کتاب میگه از اون 16000 تا یا آقای نیلی گفتن چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. چرا آقا؟ من این پروانه رو دارم. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومینی سر کله شون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، تو نمیدونم به هر حال این ماجرا پیدا میشه. معافیت مالیاتی دارن، از فعالیت در مکان مسکونی میتونن بهره ببرن، صرافی بکنن زیر تابلوی نشر. عرض شود خدمت شما که معافیت حق بیمه سهم کارفرما رو دارن تا 5% پرسنل. خب اینا امتیازات جذابیه، بعدم خیلی راحته گرفتن پروانه‌اش. و قهرمانی مقتدرانه ملی پوشان کشتی آزاد ایران در آسیا با کسب 7 مدال طلا و 3 برنز. در دومین روز این رقابت‌ها در چین امروز بهنام احسانپور، کامران قاسمپور، علیرضا کریمی و یدالله محبی به ترتیب در وزن‌های 61، 86، 92 و 125 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند و محمد نخودی در وزن 74 کیلوگرم برنز گرفت. پس از ایران تیم‌های هند و قزاقستان دوم و سوم شدند.
طعم تلخ کم فروشی و گران فروشی در برخی وانت های میوه فروشی. ساعت 10 شب آن طرف شهر در یکی از خیابان های پر ترافیک، خیابان هایی که چند سالی است به تسخیر این وانت بارها در آمده. ظاهرا ارزان فروشند و مشتری بسیار دارند. خرید میکنیم، بعضی موقع قیمتاشون خوب باشه، میوه هاشون خوب باشه خرید میکنیم. اما در پس برخی از این ارزان فروشی ها ماجراها نهفته. بعضیشون دو تا استانبولی رو تو هم دیگه گذاشتن. بوچه اونا رو بگیر. آره بخ. کار میکنن یعنی؟ دو تا استانبولی رو تو هم دیگه پرش کرده. در اینجا سنگینی کفه برخی از ترازوها همواره به سمت فروشنده است. ترازوشون یه سنگ اضافی میذارن، متوجهید؟ و همیشه ترازو خوابیده. من همیشه باهاشون این بحثو دارم دیگه، میگم این ترازو چرا خوابیده؟ الان یه چیزی از زیرش برداشتی؟ سنگ اون قرارشام گوشم بالا. گوشم از این ترازو ما. بهای اثبات این قضیه هم همان چند کیلو میوه خریداری شده است. اینا هاتون 6 کیلوه؟ 6 کیلو. چند کیلو خریدی؟ چند کیلو خریدی شما؟ کافی است دوباره وزن کشی شود. این وزنش مطمئنی اوکیه؟ گردن خودش میگیره. یه دقیقه با من میاد. دورتر مال ترازمون رو گذاشتی. پنجاه قدم دورتر. خیابونم بستن. این بر بریم. آقا میبین. سیب زمینی 2 کیلو خریدی؟ چند تا 150 گرم. 1 کیلو گرفت. یکم کم کنی. 5 کیلو. ها؟ 1 کیلو کم میخه. بعد 2 کیلو باشه. چقدر؟ 2 کیلو. نیم کیلو کم باشه. آج آقا، این نیم کیلوش کمه. با رو شدن تخلفات، حالا وقت اعتراض است. میخوای اعتراض کنی بهش؟ بیا یه دقیقه پیاده بریم بهش بگیم حتی. این ترتیبیاش؟ نه. بذار خودم میرم. اعتراض هایی که البته با واکنش های جالبی همراه شد. خواهش می‌کنم. نه آخه به همه میخوای پول بدی؟ آره آخه یه هد 400 500 گرم کم اومد. جواب میکنی من ده دقیقه سلام بگویم در از منه جالا کمه نه خب دیدی؟ همفروشی خیلی بده همفروشی اصلا بده خیلی بدتر از گرون اصلا آخه مدیون مردم میشی شما اینطوری اون هنه یه دونه بتونتر منفجر شی آقا ببخش بزن پرتقال هم ببرم بازم من به خدا بر خود بهش نگاه کن بعد سر محفظ مشتری منم داری میپرونی. حالا حدود 1600 وانت بار در پایتخت میوه فروش ثابت هستند. تعدادی از این افراد که شناسایی شدن خب افراد سودجویی هستن و در یک شبکه کار میکنن. این تعداد زیادی ماشین دارن، این ماشین ها رو با به صورت شبکه‌ای در سطح شهر پخش میکنن. تعدادی از این افراد هم هستن که واقعا استحقاق دارن و اونها هم شناسایی شدن. ان شاءالله به زودی ساماندهی میشن. اما در پایان علاوه بر ساماندهی و برخورد با متخلفان بهتره که توی این شرایط خود مردم هم هوای خودشون رو داشته باشن، به ویژه تو حوزه کمفروشی و حق الناس. سعید یقینی، باشگاه خبرنگاران جوان. الوعده وفا، خانواده پنج قلوهای معروف ایرانی خونه دار شدن. ماجرای پنج قلوها که یادتون هست، پنج قلوهایی که 9 سال قبل و در زمان تولد بهشون یک باب خانه هدیه کرد. بچه کی از همه زودتر دنیا آمده؟ علیرضا. اما بعد از گذشت چند سال و تقریبا سال گذشته بود که به این خانواده اطلاع دادن که خونه هدیه نبوده و باید بلند بشه. همه راه رفتم، همه زورمو زدم ولی متاسفانه هیچ کی به حرف ما گوش نمیکنه. اکنون خبر آمده که مشکل اونها حل شده. حالا امروز پنج قلوهای دماوندی به همراه پدر مادرشون به تهران آمدن تا در اداره راه و شهرسازی به دنبال تحقق وعده داده شده باشن. سلام. وقتی هم پیگیر شدن دیدن واقعا این بار دیگه خونه از خودشونه. این خونه شیشتون متعلق به شما آقای مجید درتون. خدا بشه. دستور حل این مشکل رو شخص وزیر راه و شهرسازی داده و خیرین و مسئولان شهر دماوند هم پای کار بودن. قیمت زمین از
واحد واگذاری حذف بشه چون متعلق به خود زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی بود و قیمت عیانی که بر اساس قانون حداقل باید به حساب خزانه دولت واریز میشد از طریق فرمانداری محترم شهرستان دماوند و شهرداری دماوند و خیرین که در استان وجود دارن تامین شد و به حساب خزانه واریز شد. برای خودمون عزیزان رایگان ولی مسیر قانونی شو طی کرد. موقعی هم که برگه انتقال خانه بهشون داده شد 5 قلوها بیش از همه خوشحال بودن. اینجا خونم امروز سنت خورد، خیلی خیلی خوشحاله. آرزو دیگه هم داری؟ آره، همه خونه دار بشن. انشالله دیگه دوباره واسه ما نامه نیاد که بلند شینو نمیدونم احساریه بیاد. ولی زحمت بشید چی رو بعد ما اطلاع بدیم که کجا بریم؟ سرانجام ماجرای مسکن این 5 قلوها به نتیجه رسید، اما اون چی که الان مهمه داریم بچه ها و پدر مادرشون شاد شد از اینکه این خونه به طور تمام و کمال به اسمشون زده شد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا فردا شب خدا نگهدار.